مرز میان ایمان و کفر. مرز میان ایمان و کفر در شناخت الله متعال و درک نشانه های الوهیت بیمانندش و در نهایت عبودیت و شکر گزاری او تعیین می شود. ایمان در لغت به معنای تصدیق و باور قلبی است و در اصطلاح به اعتقاد قلبی و اعتراف با زبان و عمل کردن با اعضا و جواره گفته می شود. ایمان با معصیت کم می شود و با عمل صالح افزایش می یابد. آنچه که ایمان را زایل و تباه می سازد کفر است. کفر یعنی ناسپاسی نمودن و انکار نعمات و ذات الهی. گروهی از کسانی که کافر و ناسپاس به شمار می آیند آنانند که با نادیده گرفتن آثار خلقت خداوندی که بر تمامی ذرات عالم حک گردیده اند، منکر فطرت قلبی و حتی دلایل بسیار زیاد عقلی می باشند. انسان لجوج در میانه زهر تابستان و در برابر هزاران شاهدی که گواهی بر وجود خورشید در وسط آسمان می دهند، به هنگام اصرار ورزی بر جهالتش خورشید را نادیده و روز تابان را شب تاریک می نامد. اما برای اهل یقین درک وجود الله متعال مثل روز روشن و چنان حقیقت دیدن خود در آینه است. آنان در همه خلایق و موجودات و اشیا اثر ید الله را که همچون صنعتگری بی‌رقیب و هنرمندی بی‌بدیل مهر آفرینش خیش را بر تار و پود آن مخلوقات و مصنوعات حک فرموده می‌بینند. چون در این مقام وارد شدند، دیگر بیدرنگ حمد و ستایش و تعظیم به جا آورده و سر بر آستان کبریاییش به سجده می سایند. مؤمن چون به یقین می رسد، در اوج خضوع و خشوع و تکریم زبان جسم و جانش را به شکرانه واداشته و در حسرت تقرب و پذیرش عباداتش می سوزد. مرز میان ایمان و کفر در همین رسم بندگی کردن معین می شود. کسی که خود را بنده و عبد می بیند هرگز متکبر نمی شود و داعیه طاغوت شدن سر نمی دهد. مؤمن با شناخت مرز بندگی و عصیان مدام در پی برپا داشتن فرامین معبودش می کوشد و انسان متکبر کافر هر دم بر کفران نعمات و طغیانگری هایش می افزاید. برای اهل خرد یافتن دلایل وجود الوهیت همچون درک معنای عبارت ساده خالق السماوات والارض است و برای کافر لجوج هیچ سند و نشانه‌ای در این گستره مملو از آیات دال بر وجود یگان خالق بی همتا یافت نمی شود. مؤمنان دلها و زبانهایی حمد کننده و شاکر دارند، اما کافران دلها و زبانهایی آکنده از ناسپاسی و قدر نشناسی دارند. مؤمنان راه و رسم و طریقه زندگی دنیویشان را بر اساس فرامین و حدود الهی مشخص می کنند و منکران برخلاف اوامر حق و در راستای خواهشات نفسانیشان قدم برمی دارند.
برای مؤمنان حلال به آن چیزهایی اطلاق می شود که پروردگارشان تعیین فرموده و برای کفار حلالها شامل همه چیزهایی است که خداوند ممنوع، مکروه و حرام نموده است. پس در مسیر حرکت به سوی خالق خیش و گام برداشتن در صراط مستقیم الله متعال مراقب حدود و مرزها باشید. گاه تشخیص میان حق و باطل، کفر و ایمان و خیر و شر امری نیازمند فراست و هوشیاری مؤمنان است. آنچنان که امروزه می‌بینیم چه اعمال کفرآمیزی به نام اعمال صالح انجام می‌پذیرند. از دینتان به شدت مراقبت کنید و برای رهایی از چنگال ابلیس اغوا کننده از میزان الهی بهره بجویید. قرآن و سنت دو کفه این میزان الهی اند. تنها با تمسک به این میزان دقیق میتوان به سلامت در صراط حق تا انتها که همان دست یابی به عاقبت نکوست راه پیمود. به خاطر اعطای نعمت با ارزش ایمان شکر گزار الله باشید و هرگز از کافران ناسپاس پیروی نکنید. پیوسته از الله مدد بجویید و از کلام الله راهنمایی بگیرید تا سرگردانی هایتان به امنیت کامل مبدل شوند. آمین.